أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر صاد سوگند به قرآنی که دارای ذکر است که این کتاب معجزه الهی است و کافران گرفتار غرور و اختلافند. بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم و به هنگام نزول عذاب فریاد می زدند ولی وقت نجات گذشته بود. آنها تعجب کردند که پیامبر بیم دهنده ای از میان آنان به سویشان آمده و کافران گفتند این ساحر بسیار دروغگویی است. یا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این براستی چیز عجیبی است. سردگان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید و خدایانتان را محکم بچسبید. این چیزی است که خواسته اند. ما هرگز چون این چیزی در آیین واپسین نشنیده ایم. این تنها یک آیین ساختگی است. از میان همه ما قرآن تنها بر او نازل شده؟ آنها در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند، بلکه آنان هنوز عذاب الهی را نچشیده اند. خزاین رحمت پروردگار توانا و بخشنده از نزد آنهاست. اینکه مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست. اگر چنین است با هر وسیله ممکن به آسمان ها بروند و جلو نزول وحی را بر قلب پاک محمد بگیرند. اینها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند. پیزانان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت پیامبران ما را تکذیب کردند. نیز قوم ثمود و لوط و اصحاب ایکه، اینها احزابی بودند که به تکذیب پیامبران برخاستند. یک از این گروه ها رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت. ها با این اعمالشان جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد. ها گفتند پروردگارا بهره ما را از عذاب هرچه زودتر قبل از روز حساب به ما ده. در برابر آنچه می گویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را که او بسیار توبه کننده بود. ما کوه‌ها را مسخر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح می گفتند. پرندگان را نیز دست جمعی مسخر او کردیم و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند و حکومت او را استحکام بخشیدیم. هم دانش به او دادیم و هم داوری عادلانه. داستان شاکیان هنگامی که از محراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟ هنگام که بی مقدمه بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد، گفتند نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده. اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن. برادر من است. او 99 میش دارد و من یکی بیش ندارم. اما او اصرار می کند که این یکی را هم به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است. داوود گفت مسلماً او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، اما عده آنان کم است. داوود دانست که ما او را با این ماجرا آزموده ایم. از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد. ما این عمل را بر او بخشیدیم
و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست. داوود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد. کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند. ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم. این گمان کافران است. وای بر کافران از آتش دوزخ. آ کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند همچون مفسدان در زمین قرار می دهیم، یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟ این کتابی است پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند. ما سلیمان را به داوود بخشیدیم، چه بنده خوبی، زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می کرد. به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند، گفت من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم و می خواهم از آنها در جهاد استفاده کنم. او همچنان به آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدند. آب به قدری جالب بودند که گفت بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید، و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید و آنها را نوازش داد. ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم، سپس او به درگاه خداوند توبه کرد. گفت پروردگارا مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد، که تو بسیار بخشنده ای. ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او می خواهد برود، و یاتین را مسخر او کردیم، هر بنا و قواسی از آنها را، و روح دیگری از شیاطین را در قل و زنجیر تحت سلطه او قرار دادیم. به او گفتیم این عطای ماست، به هر کس می خواهی و صلاح می بینی ببخش و از هر کس می خواهی امساک کن و حسابی بر تو نیست. برای او نزد ما مقامی ارجمند و سرانجامی نیکوست. خاطر بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. بگفتیم پای خود را بر زمین بکوب، این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است. خانواده اش را به او بخشیدیم و همانند آنها را برانان افزودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان. و به او گفتیم بسته ای از ساقه های گندم یا مانند آن را برگیر و با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن. ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده بود. خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دستهای نیرومند و چشمهای بینا. ما آنها را با خلوص ویژه‌ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود. و نزد ما از برگزیدگان و نیکانند. خاطر بیاور اسماعیل و الیسع و ذوالکفل را که همه از نیکان بودند. این یادآوری است و برای پرهیزگاران فرجام نیکویی است. باغ‌های جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است، دلی که در آن بر تختها تکیه کرده اند و میوه‌های بسیار و نوشیدنی‌ها در اختیار آنان است.
و آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته اند و همسن و سالند. این همان است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود. این روزی ماست که هرگز آن را پایانی نیست. این پاداش پرهیزگاران است و برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است، دوزخ که در آن وارد می شوند. و چه بستر بدی است. این نوشابه حمیم و قصاق است که باید از آن بچشند، و از اینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند. به آن گفته می شود این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می شوند. اینها همان سران گمراهی اند. خوش آمد بر آنها مباد، همگی در آتش خواهند سوخت. آنها به رؤسای خود می گویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. چه بد قرارگاهی است اینجا. می گویند پروردگارا، هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته، عذابی مضاعف در آتش بر او بیفزا. آنها می گویند چرا مردانی را که ما از اشرار می شمردیم در اینجا در آتش دوزخ نمی بینیم؟ آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا چشمها آنها را نمی بیند؟ این واقعیت است، گفتگوهای خصمانه دوزخیان. بگو من تنها یک بیم دهنده ام و هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار نیست. پرگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، پروردگار عزیز و غفار. این خبری بزرگ است که ما از آن روی گردانید. من از ملأ اعلا و فرشتگان عالم بالا به هنگامی که درباره آفرینش آدم مخاصمه می کردند خبر ندارم. تا چیزی که به من وحی می شود این است که من انذار کننده آشکاری هستم. به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل می آفرینم، هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، برای او به سجده افتید. در هنگام همه فرشتگان سجده کردند جو ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. گفت ای ابلیس، چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟ آیا تکبر کردی یا از برترین ها بودی؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. فرمود از آسمان ها خارج شو که تو رانده درگاه منی و سلمن لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود. گفت پروردگارا، مرا تا روزی که انسان ها برانگیخته می شوند مهلت ده. فرمود تو از مهلت داده شدگانی و تا روز و زمان معین. گفت به عزتت سوگند همه آنان را گمراه خواهم کرد، من بندگان خالص تو از میان آنها. فرمود به حق سوگند و حق میگویم که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند پر خواهم کرد. ای پیامبر بگو من برای دعوت نبوت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم و من از متکلفین نیستم. سخنانم روشن و همراه با دلیل است. این قرآن تذکری برای همه جهانیان است و بر آن را بعد از مدتی می شنوید.